سرش به کارش گرم است و گل می گوید و گل می شنود. قیس که یکی از دکانداران کوچه گلفروشی شهر نو کابل است، در هر فصل سال در دنیای رنگین گلهای تازه به سر می برد. در بهار که است از طرف شمودی بر ما گل تازه می و در زمستان که است از طرف پاکستان و هند می آید. روبروی این دنیای رنگین و معطر قیس شفاخانه است که برای قربانیان جنگ کار می کند. شفاخانه امرجنسی در این روزا که کابل درگیر انفجار هاست، بیشتر پذیرای مجروحان است که هرچنده با امبولانس ها به این شفاخانه انتقال میابند. خودم و خوزیاتر متاثر میشیم، حتی یک مشتری هم که پیش ما گل میگیره یا توفه میداشته باشه، اونا که میبینن اونا بیخی رویه خود از دست میتن. خداداد یکی از بستگان زخمیان است که در حال حاضر در شفاخانه امرجنسی درمان میشوند. پسرش که سرباز پلیس است، چند روز پیش در انفجار در بخشی از حوضه 16 کابل زخم برداشت که به جان باختن یک تن و مجروح شدن 3 تن دیگر انجامید. ما بخی از همین انفجار امیدی شهر کابل بلا و بلا خسته شده. علازه ای که در شهر کابل میگردیم، یک تخ میشیم میگیم والا انفجار شد. اولگل میگوید که همسر برادرش در برخورد آوانی به خانهشان در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار زخم برداشته است. زن جوانی که به گفته این مرد 28 ساله است و در این رویداد پاهایش از چندین جا سخت آسیب دیده است. حکومت ملت نه جورده، نه دادی پارلمان نه وکیلان نه جورده، نه دادی وزیران نه جورده. ام دغه ملت سی دیدی حکومت تشه و نظرگی دا حکومت ایس کلا نسی جوره دای. در آن سوی جاده کوچه گل فروشی همچنان جنب و جوش خودش را دارد. شاید نابسامانی های سوی دیگر جاده هرچی را می توانند از آبران و دکانداران بگیرند جز امید.